خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس بخش خبری جیان آرا. دوباره بحث جنجالی پرواز مستقیم از انگلیس به ارجان گل کرده. یکی از سیاستمداران بلند پایه انگلیس به نام لورد جان شارکی در سخنرانی چند روز پیشش اعلام کرده مردم قبرس شمالی ناخواسته از جامعه جهانی طرد شدن. این طرد شدن هم به لحاظ سیاسی هست و هم به لحاظ اقتصادی. مثلا سرانه تولید ناخالص در قبرس جنوبی حدود 30,000 دلار، اما در قبرس شمالی کمتر از 15,000 دلار. ایشون ادامه داده پس از 50 سال مذاکره تلاش برای اتحاد شکست خورده، چون رهبران قبرس شمالی حالا دیگه راه حل دو کشور مستقل رو ارائه کردن و الان زمان اون رسیده که با ایجاد خط پروازی مستقیم از انگلستان به ارجان به اقتصاد قبرس شمالی کمک کنیم. چند سالی است که این بحث مطرحه، اما بعد از برگزیت ماجرا جدی‌تر شده. همه ساله یکی دو ماه قبل از تابستون و شروع تفریحات ساحلی، وزارت بهداشت آزمایش‌های سلامت آب دریا رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میده. حالا وزارت بهداشت قبرس شمالی اعلام کرده آزمایشات آب دریا در ماه آوریل انجام شده و سواحل در معیارهای کیفیت آب با پرچم آبی یا به عبارت دیگه در کلاس کیفیت عالی قرار گرفته. اداره برق قبرس شمالی کیپتک پس از لغو کارمزد ارزش افزوده سوخت و محاسبه اون روی قبض‌های ماه قبل اعلام کرده از امروز تخفیف‌های لازم رو در صورت حساب‌های جدید آغاز کرده. گزارش شده که نیکوس آناستاسیادیس رئیس جمهور یونانی قبرس شب گذشته در یک نشست تلویزیونی با رئیس شورای اروپا چارلز میشل و رهبران اتحادیه اروپا شرکت کرده. آناستاسیادیس تأکید کرده باید از اقداماتی که بر حفظ وحدت اتحادیه اروپا و پایان جنگ فشار وارد میکنه قاطعانه حمایت بشه. همچنین ایشون اطلاعاتی در مورد راه حل‌های قبرس جنوبی برای استقلال انرژی اتحادیه اروپا هم ارائه کرده. گویا چند روز پیش به خودروی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که در حال گشت زنی در منطقه حائل بودن حمله شده. به سمت این نیروها تیراندازی کردن و گفته میشه که این افراد بعدش به سمت قبرس جنوب متواری شدن. خوشبختانه تلفات جانی نداشته و هر دو طرف، یعنی هم قبرس شمالی و هم جنوبی، این موضوع رو محکوم کردن. و حرف آخر این که حال این روزای ایران خیلی شبیه ایران آخرین یوز ماده است. هر دوتا بچه هاشون کشته شدن و رو به مرگ تدریجی رها شدن. یه روز آبان، یه روز هواپیما، یه روز جنگ، یه روز سینما رکس، یه روزم متروپول. چقدر بد این عادت کردن ها، چقدر بد این کرخت شدن ها، چقدر بده که هر روز به یه بهانه‌ای به ایران تسلیت بگیم. این تسلیت ها همدردی با قربانی ها نیست که همراهی با مسببینشه. دلتون شاد، لبتون خندون.